فواد پاشایی رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران از لس آنجلس همراه ما هستند. جناب پاشایی، پیشتر هم حزب مشروطه ایران بیانیه‌ای صادر کرده بود و نسبت به آنچه که برخوردهای انزجار آور، خودسرانه و وحشیانه با دیگراندیشان خوانده بود ابراز انزجار کرده بود. امروز هم شاهد بودیم که شاهزاده رضا پهلوی گفت از آنهایی که فحاشی و حتاکی میکنند اعلام براءت کنیم. این مواضع به نظر شما چه تأثیری میتونن داشته باشن روی مخاطبان فعلی در جامعه ایران؟ خیلی ممنونم، درود بفرستم به شما و بینندگانتون. من فکر کنم که ایشون در این گفتگو دیشبشون در لس آنجلس تأکید کردن بر مواضع 40 ساله گذشته خودشون. دفعه اول این فشار داده گفته ها رو میگن، ایشون شاید بیش از ده ها بار در موارد مختلف مطلب تکرار کردن و این خط کتابی رو که در معتقدن به ایشون معتقدن و فکر میکنن که به حساب در خط دفاع از برگشت پادشاهی هستن باید اون خط رو مشخص کنه. مشخص میکنه که به حساب کارت به ایشون چیه، چگونه نگاه میکنه به ایران آینده، ایران آینده رو چگونه میخواهد و کتابی که به حساب اعلام میکنن یا میخواهن بگوین که معتقد به ایشون هستن به نظر من باید این خط رو دنبال کنند، باید این خط رو پیروی کنند. ما نمیتونیم یک نفر رو به عنوان خودمون به عنوان پادشاه آینده ایران کاندید کنیم یا پیشنهاد کنیم ولی به گفته های او، به عقاید او و به حرف های او توجهی نکنیم. من فکر کنم کسانی که پشتیبانان واقعی ایشون هستند باید این خط رو دنبال کنند، باید روی همین خط بایستن، با دگرگونیشان تعامل به خرج بدن. آینده ایران در گروه یه همچین رفتاری، در گروه یه همچین کرداری، وقتی که ما با جمهوری اسلامی مخالفیم و اینکه با مخالفش تعامل نمیکنه، من فکر میکنم باید ما خودمون تعامل رو داشته باشیم و به گفته های ایشون توجه کنیم و ببینیم که ایشون چی میخواد. ما خیلی ممنون. اساسا به نظر شما چنین مواضعی تا چه حد میتونن به کاهش اختلاف بین گروه های مشروط خواه و حتی سایر طیف ها کمک کنه؟ من فکر میکنم بسیار معذر بوده رفتار خود شاهزاده در گفتگوی با دیگران. من بیشترش در دفعه چهل رو گذشته اقلا اشاره کنم به ده ها مورد که ایشون خودشون شخصا رفتن به پیش مخالفینشون، پیش جمهوری خواهان، جمهوری خواهان مختلف و خود ایشون همین الان روابط بسیار بسیار دوستانه با بسیاری از مخالفین خودشون دارن، مخالفین سیاسی شون، نه مخالفین ریسی، با مخالفین سیاسی خودشون دارن. من فکر میکنم که مسیر اصلی مبارزه رو که در واقع چهره های سیاسی تعیین میکنن نه که به حساب منفردین، سازمان های سیاسی تعیین میکنن. خود ایشون هم بارها گفتن که اتحاد و همکاری باید بین احزاب سیاسی مختلف، بین چپ و راست، بین جمهورخواه و طرفدار پادشاهی انجام بگیره و روی موضوع ایستادن. و من فکر میکنم که اینو به مخالفین واقعی ایشون شنیدن و توش توجه میکنن. در این حال من امیدوار هستم که این نداها، این گفته ها، این سخنان از جناح مخالف هم بیاید و تکرار بشود و با تکرار این کار ما به حساب خط تحصیل به جامعه و به کسانی که میخواهند سوال سیاسی میکنند نشون بدیم. ممنون از شما فواد پاشایی، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران که از لس آنجلس همراه ما بودیم.